سلام دوستان، خوش آمدین. بازم ما میخوایم طریق پختن بورک سبزی رو بر شما بگویم، یا ایس که ترس تایی شما مرتن بگویم. امیدوار هستم خوشتان بیه. دوستان، مواد لازم میشه میگم چی چیزا ضرورت داریم. ما مزارلا چیز یا دوستا پنیر پیزا، هر کدومش باشه کافی درست است. رکاته چیز و همچنان سبزی رو ما قبلا میده کردیم و شسته میشه، آماده است. یک دانه تخم دوستا، همچنان روغن زیتون و یک قاشق مرچ سیاه، یک قاشق هم نمک و همچنان دوستا یک دانه پیازه ما قبلا میده کردیم، آماده است. خب دوستای عزیز، ما حالا براتون طرز آماده کردن چه نشان میدیم، طرز تهیه ما چه قسم تهیه میکنیم. خب دوستای عزیز، ما کاسه پنیر رو انداختیم، تمامش رو مکس کردیم و حالا دوستای عزیز ما بالایش یک دونه تخمه اضافه میکنم. و بعدا یک قاشق مرچ سیاه، یک کمک دوم دوستا اضافه میکنم بهش کرد. چنان دوستان نمک، دوستان ما تمام مواد را خوب با هم میکس میکنیم. دوستای عزیز، ما خمیر قبلا آماده کردیم، ما برتان طرز آماده کردن شما نشان میدم. و خمیر تان باید برای نیم ساعت بانین که کمه برسه. و حالا دوستا، قسمی که میبینین مواد آماده است و مواد طرز جور کردن شما شما میگم که ما چه قسم میکنیم، قسم تای آماده میکنیم. خب مواد همهش با هم گرد شده، روغن زیتون خوب کلش پردیم دوستا، هم رایش مکس میکنیم. خب دوستا، حالا مواد آماده است، ما خمیر شب شما آماده میکنم نشان میدم. خب سلام دوستا، بازم خوش آمدین. ما امروز میخواییم طرز تهیه بورکه بر شما بگویم. اولا ما خمیر شما آماده میکنیم. برای خمیر کردنش ما با یک دانه تخم ضرورت داریم و بعدا یک قاشق آرد مندازیم، یک قاشق بخش نمک، نیم گلاس روغن یا میتونین که اگر مسکه استفاده کنین نیم گلاس روغن، و همچنان کمکم خمیر مایه اندازم داریش. ای بدل خودتان از پرتین یا نپرتین اپشنال است. دوستان ما ایدو مکس میکنم، بعدا ما میخواییم کاله آرد بهش اضافه کنیم. و بخاطر ما 4 گلاس آرد میخواییم بگیریم. و یکی دیگه هم دازم 4 گلاس. خب
دوستا اگه شما دوست دارین که زیاترک تر کنیم، میتونیم به تعداد فامیلتون کاملگان زیاترک ما ارتشا پرتید، ارتشا زیاتر پرتید. خب اب چند ما آب شیرگرم است خاطر خمیر کردنش، شیرگرم میگیم. خب دوستا خمیر ما آماده شده، یک مشت دوم میکنم میشه که خوب شیمه دار شده و بعدا سرش پلاستیک میگیریم. یک چند دقیقه برای نیم ساعت ما میمانیم. دوستان ما اینجا سرش پلاستیک میگیرم. دیگه برای یک دستمال هم سرش مندازم. برای نیم ساعت میمانیم که خمیر ما کمه برسه و تا این خمیر ما برسه ما برتان تریز تایی موادش هم میگم که ما چه قسم مواد داخلش جور میکنیم. خب دوستا خمیر ما همیشه زغاله کردیم، غیره میگذارین یک چند دقیقه بالش یک پلاستیک پرتین تا این که خمیر خوب بفته. برای انگار کردنش آسان میشه. دوستا همش منظم خلاشه و ما پلاستیک دوباره باریش مندازم. ایره میمانم برای یک چند دقیقه تا که زغالش بفته، بعد از انبارش میکنیم. خب دوستا خمیر خوب نازک، میبینید که خوب نازک شده. آره ما ایره چرش میکنیم، بعد از او باز مواد چه میمانیم. شما دوستا میتونین نمره روغن یا مسکه هر چی که در دسترس داشتین میتونین گروش چرب کنین. ما آقای فعلا مواد آماده شده خدا در قسم داخلش میمانیم. امیدی که دست خود کمه. برش کنم به این شکل متشاب. این مواد که جور کنید دوستا یک کمه کاره نرم ولو بیشه، به خاطر که تخم هم داره و روغن هم داره و وقتی که پخته شد کلش خیلی سخت میکنم. به این قسم دوستان ما دو طرف یک برابر مواد هم این قسم یک برابرش کردیم. حالا دوستان وقتی که خوب یک برابر شد نامه کارت ما بینشه یک قسم توتا میکنم. و به این رقم مویره میپیچانیم.
اردوش دوستا ما می رقم. البته اردوش ما قسم کم بود دوستا و باقی مانده خمیر ما مکمانده ما کلاشا به می رقم ما کلاشا جور میکنیم داخل قالب یا تاوی داشت که شما در نظر گرفتیم می بتانیم بانیم. خب دوستای نمت همایشه پلو به پلو به قسم دوستا ما در قالبه که در نظر گرفتیم کلشم تو منظم پلو به پلو میمانیم. دوستان من همیشه مکمل خلاص کردم حالا در قالب داشت ماندم و رویش مرچ سیاد ببخشید مرچ سیادانه به خاطر تزینش سیادانه استفاده میکنم به قسم. دوستان اگر شما سیادانه دوست ندارین فرق نمیکنه که پرتین یا نپرتین. خب دوستان یامده است. مالی رو در داشت میمانم. داشت ما قبلا روشن کردیم. روی در داشت میمانمش برای 15 دقیقه یا 20 دقیقه پخته میشه. بعدا برتون نشان میدم. خب دوستان حالا غذای ما آماده شده. ما ایره داشت کشیدم. شما میبینین کاملا سرخ شده. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. دوستای عزیز اگه خوشتان آمد ویدیوی ما را لایک کنین و اگه میخواین ویدیوی بعدی ما را ببینین سابسکرایب برای موشتان نشه. خداحافظ دوستای عزیز تا ویدیوی بعد.